من تصورم اینه که زبان اشاره آیت الله خامنه‌ای رو باید جدی گرفت و این زبان داره روز به روز جدی‌تر میشه. آیت الله خامنه‌ای این که چه صحبتی رو در کجا بیان بکنه، به کجاها بره، کجاها رو بازدید کنه، کجاها رو بازدید نکنه، در ملاقات‌ها چه کسانی نزدیک او بشینن، چه کسانی دور به او بشینن، همه اینها اتفاقاتی نیست که تصادفی در موردش تصمیم گیری بشه. از ابتدای همین سال نگاه بکنید، در آغاز سال آیت الله خامنه‌ای بعد از مشهد رفت مناطق عملیاتی شرق کارون. البته بی سابقه نبود، ولی از آخرین باری که او به یک همچین سفری رفته بود 4 سال می‌گذشت. یا امسال نمایشگاه بین‌المللی که معمولاً آیت الله خامنه‌ای به این خاطر که همواره خودش رو به عنوان یک مدافع کتاب و کتابخوانی و فرهنگ در ایران دوست داشت جلوه بده، در این مناسبت ها حاضر می شد و در اونجا صحبت های ریزی می کرد راجع به کتاب های منتشر شده، انتشاراتی های مختلف امثال اینها، امسال شرکت نکرد. البته آخرین باری که شرکت نکرده بود 5 سال پیش بود، سال 1388، و زمانی بود که از قضا مصادف شده بود با سفر استانی آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری، که سفر خیلی خاصی هم بود. امسال شرکت نکرد و بعد از اینکه شرکت نکرد، نشریات نزدیک با آیت الله خامنه‌ای خیلی نوشتند و گفتند که باید رمزگشایی بشه که چرا رهبر این کارو نکرد، پیام داشت، معنی داشت و امثال اینها. به نظر من حضور او در صنایع در واقع تسلیحات سازی سپاه و موشکی سپاه هم معنی‌دار هست. درسته که این صحبت‌ها رو میتونست در جای دیگری هم بیان بکنه، ولی اینی که صحبت‌های امروز رو در شرایطی بیان کرده که در کنار ماکت هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که خب در اواخر عمر دولت آقای احمدی نژاد، هواپیمای RQ-170، بله، ایرانی‌ها، سپاه گفتش که اون هواپیما رو نشونده و بعد موفق شده که شبیه‌سازی بکنه، وقتی در کنار او تصویر گرفته میشه از آیت الله خامنه‌ای در شرایطی که میگه که در خصوص صنایع موشکی ما به هیچ وجه کوتاه نمیایم، به نظر من این معنی داره و پیام مشخصی داره که این پیام رو ما فکر میکنم فردا میتونیم در نشریات غربی ببینیم. قطعا تصویر آیت الله خامنه‌ای در کنار اون هواپیمای بدون سرنشین یا ماکت هواپیمای بدون سرنشین در نشریات غربی دیده خواهد شد، در کنار صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای، و این همون چیزی که احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی به دنبالش بوده. متشکرم از همکارم حسین باستانی.